سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. پارت قبلی رو هم دیده باشید. الان میرسیم به پارت دوم از شبکه های برداری. بریم ببینیم که تو این قسمت باید چه کارهایی رو انجام بدیم. یه فعالیت مثل آی جی رو در نظر بگیر. یه فعالیت مثل آی جی که یه زمانی داره، یه دیوریشنی داره. خیلی خوب، یه سری نماد رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین، ما یه رویداد داریم، یه فعالیت داریم. اوکی، رویداد آی، رویداد جی، فعالیت آی و جی. من در رابطه با رویداد میخوام صحبت کنم. این رویداد تو یه زمانی اتفاق میفته. زودترین زمان وقوع رویداد آیوم رو با ای آی نمایش میدم، دیرترین زمان وقوعش رو با ال آی. اوکی، نگاه کن، رویداد آیوم زودترین زمان وقوعش رو با ای آی نمایش میدم، دیرترین زمان وقوعش رو با ال آی. مثلا ارلیست آی، لیتست آی. اون طرف ما رویداد جی رو داریم، زودترین زمان وقوعش رو با ای نمایش میدم، دیرترین زمان وقوعش رو با ال. میگم ای جی رو داریم و ال جی. اوکی، پس رویداد آی زودترین زمان وقوعش میشه ای آی، دیرترین زمان وقوعش ال آی. همچنین رویداد جی زودترین زمان وقوعش میشه ای جی، دیرترین زمان وقوعش میشه ال جی. این در رابطه با رویداد بود. حالا میخوایم در رابطه با خود فعالیت صحبت کنیم. در رابطه با خود فعالیت، زودترین زمان شروع این فعالیت رو با ای اس نمایش میدیم، یعنی earliest start، earliest start آی جی. دیرترین زمان شروعش رو با ال اس نمایش میدیم، ال اس آی و جی. اوکی، earliest start آی و جی، latest start آی و جی. زودترین زمان شروع فعالیت آی و جی، دیرترین زمان شروع فعالیت آی و جی. پس زودترین زمان شروع و دیرترین زمان شروع فعالیت آی و جی رو به این صورت نمایش میدیم. حالا انتهاش، میخوایم زودترین پایان و دیرترین پایان فعالیتمون رو هم نمایش بدیم. من میگم earliest finish آی و جی، یعنی زودترین زمان پایان این فعالیت، و همچنین latest finish آی و جی، یعنی دیرترین زمان پایان این فعالیت. اوکی، یه بار دیگه، ما رویداد آی رو داریم، رویداد جی رو داریم، فعالیت آی جی رو هم داریم. اینا هر کدومشون یه زودترین دیرترین دارن. برای رویداد آی زودترین زمان وقوعش رو با ای آی نمایش میدیم، دیرترین زمان وقوعش رو با ال آی. اینجا هم که رویداد جیه، زودترین زمان وقوعش رو با ای جی نمایش میدیم، دیرترین زمان وقوعش رو با ال جی. این رویدادها. حالا خود فعالیت، زودترین زمان شروع فعالیت رو اینجا میذاریم، earliest start، دیرترین زمان شروع فعالیت رو اینجا میذاریم، latest start. این بر زودترین زمان پایان فعالیت رو این بالا نشون میدیم، earliest finish، دیرترین زمان پایان رو اینجا نشون میدیم، latest finish. حالا چه رابطه‌ای بین اینا هست؟ چه رابطه هایی بین اینا هستش؟ ابتدای فعالیت اولیه با اولیه برابره. آقا یادت باشه، ابتدای فعالیت این فعالیت آیجیه، ابتدای فعالیت همیشه این اولیه با اولیه برابره. اوکی، یعنی
earliest start I و J همیشه مساوی میشه با ایه I. درست شد؟ earliest start I و J همیشه میشه ایه I. آقا پس حواست باشه، حواست باشه ابتدای فعالیت این اولیه با اولیه برابره. ابتدای فعالیت همیشه این اولیه و اولیه برابره. اون طرف انتهای فعالیت همیشه این دومیه با دومیه برابره. این دومیه با دومیه برابره. یعنی چی؟ یعنی latest finish I و J همیشه مساوی میشه با L J. آقا پس یادت باشه، یادت باشه تو فعالیت آی و جی هر جوری که شبکه رو بهت داده باشن ابتدای فعالیت اولیه با اولیه برابره، انتهای فعالیت دومیه با دومیه. حل یادت باشه، اینا رو قاطی نکنی. رابطه دیگه‌ای که وجود داره، ببین شما اینجا ای اس رو داری، به اضافه یه دی بکنی میشه ای اف. حل بالای کمان رو نگاه کن، ای اس رو داری به اضافه یه دی بکنی میشه ای اف. پس من اینجوری می نویسم، میگم ای اس رو اگر به اضافه دی بکنی مساوی میشه با ای اف. earliest start آی و جی که اینه، یه دی بذاری روش میشه earliest finish. پایین کمانم به همین صورته، شما ال اس رو داری به اضافه دی بکنی میشه ال اف. اوکی؟ پس من اینجا میگم LS I و J اگر به اضافه D I و J بشه مساوی میشه با L F I و J. اینا روابط به ظاهر ساده ولی فوق‌العاده ارزشمند و مهم توی محاسبات مسیر بحرانیه که جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. پس یادت باشه همیشه ابتدای فعالیت این اولیه با اولیه برابره، انتهای فعالیت این دومیه با دومیه. شما اینجا ای اس رو به اضافه دی کنی میشه ای اف، ال اس رو به اضافه دی کنی میشه ال اف. این روابط بسیار مهم بود که هم دیگه بررسی کردیم. یه سری نوتیشن دیگه هم هست که اینا رو میخوایم فعلا نوتیشنش رو معرفی کنیم، حالا اسماشو بگیم، ولی جزئی تر و مفصل تر هر کدوم رو به نوبه خودش بعداً معرفی میکنیم و روابطش رو میگیم. فعلا میخوام معرفی کنم اسمش، فقط میخوام معرفی کنم اسمش به گوش شما خورده باشه. خیلی خوب، پس اینا رو هم اگه میخواد یادداشت برداری چیزی بکنید. ما یه سری نوتیشن دیگر هم معرفی کنیم. فقط حواستون باشه دیگه ابتدای فعالیت اولیه و اولیه برابره. این دوتا دیگه معلوم نیست با هم برابر باشن یا نباشن، ممکنه باشن ممکنه نباشن. درست شد؟ انتهای فعالیت هم دومیه با دومیه برابره. این دوتا دیگه معلوم نیست با هم برابر باشن یا نباشن، مگر اینکه فقط همین یه دونه فعالیت رو داشته باشید. مثلا اگه از اینجا فعالیت دیگه خارج شده باشه یا به اینجا فعالیت دیگه وارد شده باشه دیگه نمیتونی اینا رو هم با هم مساوی بگیری. ولی اون چیزی که همیشه تو هر شرایطی برقراره اینه، ابتدای فعالیت اولیه با اولیه، انتهای فعالیت دومیه با دومیه. اوکی. یه سری نوتیشن جدید هم معرفی کنم خدمتتون. ببین میخوام در رابطه با شناوری صحبت کنم. شناوری هم برای رویداد تعریف میشه هم برای فعالیت. شناوری رویداد که آسونه، کاری نداره. مثلا من میخوام شناوری رویداد آی حساب کنم، با اف آی نمایشش میدیم، مثلا فلات آی. شناوری یعنی فلات. فلات آی میشه چی؟ میشه ال آی منهای ای آی، ال آی منهای ای آی. این میشه شناوری رویداد آی او. این طرف هم به همین ترتیب شناوری رویداد جیوم چجوری محاسبه میشه؟ ال جی منهای ای جی. شناوری رویداد آسونه،
رویداد آیوم یه دونه شناوری داره که بهش میگیم اف آی، میشه دیرترینش منهای زودترینش. همچنین رویداد جی شناوریش با اف جی نمایش میدیم، هم یه دونه شناوری رو هم داره، میشه دیرترینش منهای زودترینش. اما فعالیت چهار مدل شناوری داره. شناوری کل با توتال فلات نمایش میدن، شناوری آزاد با فری فلات نمایش میدن، شناوری ایمنی با سیفتی فلات نمایش میدن و شناوری مستقل با ایندیپندنت فلات نمایش میدن. فقط حواستون باشه اینا مربوط به فعالیتن دیگه. توتال فلات آی جی، فری فلات آی جی، سیفتی فلات آی جی، ایندیپندنت فلات آی جی، که حالا اینا تعریفاش چیه، روابطش چیه، فرمولاش چیه، چه ارتباطی با بقیه موارد حالا شکل داره، اینا رو چکار میکنیم؟ بعدن سر مبحث خودش کامل و مفصل بررسی میکنیم. فعلا نوتیشنش رو گفتم که بفهمید. پس ما یه دونه شناوری رویداد داریم که با اف آی نمایش میدیم، میشه این الش منهای ایش. اما برای فعالیت چهار مدل شناوری وجود داره: شناوری کل، شناوری آزاد، شناوری ایمنی و شناوری مستقل، که سر مکان خودش یا مبحث خودش کامل بررسی میکنه. خیلی خوب، بریم سراغ محاسبات مسیر پیشرو در شبکه یا همون محاسبات مسیر بحرانی. قبل از اینکه محاسبات مسیر بحرانی رو بگیم، یه نکته رو یادآوری بکنیم، یه نکته رو خدمتتون عرض کنیم، بعدم بریم سراغ محاسبات مسیر بحرانی. من این رو پاک کنم. خب فرض کنید که اینجا چند تا فعالیت به این گره آی وارد شده. میگم که مثلا آی جیه، مدت زمانش هم دیه. خب ما میخواییم محاسبات مسیر بحرانی رو انجام بدیم، روش پیش رو چکار میکنیم؟ بیام میگم این فعالیتی که داره میاد اینجا یه earliest finishی داره، earliest finish یک. اینم که داره میاد اینجا یه earliest finishی داره، earliest finish دو. اینم که داره میاد اینجا یه earliest finishی داره، earliest finish سه. خب حالا باید چجوری ادامه بدیم؟ من میام بین همه اینا، بین همه earliest finish هایی که به آی وارد شدن، یه ماکسیموم میگیرم. میگم ماکسیموم earliest finish یک، earliest finish دو و earliest finish سه. مثلا ماکسیموم اینا میشه یه عددی مثل A. درست شد؟ فعالیت هایی که به گره ما وارد شدن رو earliest finish هاشون یه ماکسیموم میگیریم، اون ماکسیمومه میشه ای آی. ای رو میذاریم اینجا. فقط بهتون گفتم دیگه توی یه فعالیت، ابتدای فعالیت این اولیه با اولیه برابره. درست شد؟ ابتدای فعالیت اولیه با اولیه برابره. بعدم که گفتم شما ای رو به اضافه دی کنی اینجا تشکیل میشه. پس اینم میشه ای به اضافه دی و ادامه ماجرا. اوکی؟ این میشه کل محاسبات مسیر بحرانی که دیگه از این به بعد فقط باید یه مثال بزنیم و حل کنیم. چیز خاص دیگه ای نداره. شما به یک گره وقتی چند تا فعالیت وارد میشه earliest finish‌هاش رو ماکسیموم میگیری، مثلا میشه یه عددی. اینو بذاری این بالا. بعد این اولیه با اولیه برابره دیگه. A میاد همینجا منتقل میشه، یه دی رو میذاری روش میشه A به اضافه دی. و بعد دوباره به همین ترتیب ادامه میریم جلو تا شبکه حل بشه. شبکه حل بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما از ابتدای پروژه فعالیت ها رو استارت بزنیم، انجام بدیم، بیایم جلو تا انتها، پروژه کی تموم میشه؟ زودترین زمان اتمام پروژه کیه؟ این میشه همین محاسبات مسیر بحرانی. خیلی خوب، دیگه زیاد صحبت کردیم، بریم یه
مثال با هم دیگه ببینیم و کارو تموم بکنیم. بریم صفحه بعدی مثالش رو هم ببینیم. من اینجا رو پاک کنم. خب من شبکه رو رسم بکنم، بعد در رابطه با روش مسیر بحرانی یا همون محاسبات پیش رو صحبت بکنیم. شبکه رو رسم کنم بعدیه. اینم از این. بریم سراغ محاسبات مسیر پیش رو یا فوروارد یا همون محاسبات مسیر بحرانی. میام گره شماره یک که گره آغازینه، یه ارلیست داره یه لیتست داره. ارلیستش رو میذارم صفر. خب شما میدونید که ارلیست استارت یک دو میشه همون ارلیست یک، یعنی صفر. ارلیست استارت یک چهار میشه همون ارلیست یک، یعنی صفر. ارلیست استارت یک سه میشه همون ارلیست یک، یعنی صفر. یادتون میاد دیگه، ما گفتیم ارلیست استارت آی جی میشه همون ارلیست آی. ارلیست استارت آی جی مثلا یک چهار میشه همون ارلیست یک. اگه یادتون باشه کلی صحبت کردیم توی فعالیت ها ابتداشون اولیه با اولیه برابره. مثلا توی این فعالیت ابتداش اگه در نظر بگیری اولیه با اولیه برابره. خیلی خوب. بعدم گفتیم اگه اینجا صفر رو داشته باشی چهار رو میذاری روش، اینجا میشه چهار. صفر رو داشته باشی پنج تا میذاری روش، اینجا میشه پنج. صفر رو داشته باشی سه تا میذاری روش، اینجا میشه سه. اینا ارلیست فینیشن. ارلیست فینیش یک دو میشه ارلیست استارتش به اضافه این دیه. ارلیست فینیش یک چهار که این باشه میشه همون ارلیست استارتش به اضافه دی، به اضافه جیوریشنش. ارلیست فینیش یک سه میشه همون ارلیست استارتش به اضافه جیوریشنش. خب کار ما با گره یک تموم شد، میریم سراغ گره دو. گفتم اگر چند تا فعالیت به یه گره وارد بشه بین ارلیست فینیشا چیکار میکنیم؟ ماکسیموم میگیریم، ماکسیموم انتخاب میشه. خب الان یه دونه بیشتر بهش وارد نشده، یه دونه ارلیست فینیش چهار داریم که ماکسیمومش هم میشه خودش، پس اینجا میشه چهار. بعد اگر یادتون باشه گفتم این چهار رو قرار میدی اینجا برای بعدیا، اینجا هم قرار میدی و دوباره ادامه ماجرا. چهار به اضافه پنج میشه نه، چهار به اضافه دو میشه شیش. کارمون با گره دو هم تموم شد، میریم سراغ گره سه. فقط یه دونه فعالیت بهش وارد شده با ارلیست فینیش سه، همون انتخاب میشه. ما سه رو میذاریم برای بعدیا، میذاریم اینجا، میذاریم اینجا. خب سه با هفت میشه ده، سه با هشت میشه یازده. کارمون با سه هم تموم شد، میرم سراغ چهار. ببین به چهار یه دونه اینجا وارد شده، یه دونه اینجا وارد شده، یه دونه اینجا وارد شده. با ارلیست فینیش های 6 و 5 و 10 کدوم انتخاب میکنیم؟ ماکسیمومه، ماکسیمومه 10ه. 10 رو انتخاب میکنم، بعدم قرار میدم برای فعالیت های بعدیمون. خب 10 با 10 میشه 20، 10 با 2 میشه 12، 10 با 5 میشه 15. کارمون با 4 هم تمومه، میام سراغ 5. یه دونه 9 بهش وارد شده، یه 20. ماکسیموم کدومه؟ 20. 20 رو انتخاب میکنم. بعد گفتیم دیگه 20 رو قرار میدی برای بعدیا. اینجا فعالیتش زمانش 12. خب 20 با 12 اینجا میشه 32. دیگه کارمون با 5 هم تمومه، میام سراغ 6. یه 15 بهش وارد شده، یه 11 وارد شده، ماکسیمومش میشه 15. 15 رو میذاریم برای بعدیا. 15 با 10 میشه 25. خب کارمون با 6 هم تمام، میام سراغ 7. سه تا ورودی داره با ارلیست فینیش 32، 12 و 25. ماکسیمومشون میشه 32.
این 32 میشه زمان ختم پروژه، زودترین زمان ختم پروژه. چرا؟ چون در حقیقت 32 میشه زودترین زمان وقوع رویداد 7، یعنی زودترین زمان وقوع رویداد پایانی. یعنی اگر شما همه فعالیت‌ها رو به ترتیب از ابتدا شروع کنی انجام بدی بیای جلو، دیگه زودترین زمانی که میتونی به پایان برسی 32. اوکی، این شد محاسبات مسیر فوروارد. محاسبات بکوارد رو هم می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. من این شکل رو پاک کنم، یه توضیح بدم، بعد مجدداً شبکه رو ترسیم میکنیم و محاسبات بکوارد رو انجام میدیم. من اینجا رو پاک کنم. تو محاسبات بکوارد شما برعکس پیش رو عمل میکنیم، برعکس فوروارد عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این بار شما میخوای از آخر به اول برگردی. بیایی نگاه میکنی میبینی این الان میشه مثلا لیتست استارت این فعالیت، لیتست استارت 1. این میشه فعالیت بعدی و لیتست استارت 2. این میشه فعالیت بعدی و لیتست استارت 3. خب من میخوام لیتست آیو به دست بیارم. میام چیکار میکنم؟ بین اینا این بار مینیمم میگیرم. میگم مینیمم لیتست استارت 1 و لیتست استارت 2 و لیتست استارت 3. مثلا میشه یه عددی مثل B. مینیمم اینا انتخاب میشه، بیاد اینجا قرار میگیره. و شما این رو هم میدونید که تو هر فعالیتی انتهاش دومیه با دومیه برابره، یعنی بی میاد قرار میگیره دقیقا اینجا. اوکی، توی این فعالیت انتهای این فعالیت دومیه با دومیه برابره دیگه. بی رو که از مینیموم اینا انتخاب کردی میذاری اینجا و منتقل میشه به این. بعدش هم که شما میدونید بی اگر دی واحد ازش کم بشه برمیگرده عقب، اینجا میشه بی منهای دی. درست شد؟ بی منهای دی در واقع همون بیه که دی واحد اومده عقب. پس این هم میشه محاسبات مسیر بکوارد. این هم میشه محاسبات مسیر بکوارد. من پاک کنم شبکه رو مجددن بکشم، همین شبکه که داشتیم بکواردش رو بررسی کنیم. قبلش فقط یه بار دیگه هم توضیح بدم. ببین ما به عقب برمیگردیم. لیتست استارت 1، لیتست استارت 2، لیتست استارت 3. بین اینا مینیمم میگیریم، مثلا میشه بی. بی رو اینجا قرار میدی، منتقل میشه به اینجا، دی واحد میاد عقب، میشه بی منهای دی. دوباره همینجوری رو به عقب حرکت میکنی. بریم شبکه رو بکشیم. فقط یه نکته که وجود داره اینه، شما وقتی میخوای محاسبات بکوارد رو انجام بدی قبلش باید حتما محاسبات فوروارد رو انجام داده باشی. وقتی میخوای محاسبات بکوارد رو انجام بدی قبلش باید فوروارد رو انجام داده باشی. پس من مجددا شبکه‌مون رو میکشم در رابطه باهاش یه صحبت بکنم. شبکه‌ای که داشتم یه بار دیگه میکشم. من شبکه رو مجددا کشیدم که محاسبات بکوارد انجام بدیم. فقط میدونید دیگه قبل از بکوارد فوروارد بعد انجام بشه. یه بار دیگه فوروارد انجام میدیم، دوره هم بشه بد نیست. بعد از اون بکوارد انجام میدیم. خیلی خوب. چیکار میکردیم؟ میومدی این ابتدا زودترین زمان وقوع رویداد آغازین یا رویداد یک رو میذاشتی صفر. بعدم میدونیم که صفر میاد اینجا، میاد اینجا و میاد اینجا. خب صفر به اضافه 4 میشه 4، صفر به اضافه 5 میشه 5، صفر به اضافه 3 میشه 3. با یک کارمون تمومه. میام سراغ 2. یه دونه 4 بهش وارد شده، ماکسیمومش میشه خودش 4 انتخاب میشه. این که انتخاب شد میذاری برای بعدیا. اینجا 4، اینجا هم 4. 4 به اضافه 5 میشه 9.
4 به اضافه 2 میشه 6. کارمون با 2 هم تموم شد. میام سراغ 3. یه دونه 3 فقط بهش وارد شده، همون انتخاب میشه. انتقالش میدی به بعدیا. میذاری اینجا و اینجا. 3 به اضافه 7 میشه 10. 3 به اضافه 8 میشه 11. کارمون با 3 هم تموم شد. میام سراغ 4. این 4 بود. یه دونه 6 بهش وارد شده، یه 5 وارد شده، یه 10. ماکسیمومش انتخاب می‌کنیم که 10. این 10 انتقال پیدا می‌کنه برای بعدیا. خب 10 به اضافه 10 میشه 20. 10 به اضافه 2 میشه 12. 10 به اضافه 5 میشه 15. کارمون با 4 هم تمام. میام سراغ 5. یه 9 بهش وارد شده، یه 20. ماکسیموم انتخاب می‌کنیم که 20. 20 رو می‌ذارم اینجا. 20 به اضافه 12 میشه 32. با 5 هم تمومه. میام سراغ 6. یه 15 بهش وارد شده، یه 11. 15 رو انتخاب میکنم. انتقال پیدا میکنه برای بعدیا. خب 15 به اضافه 10 میشه 25. میام سراغ 7. یه 32 بهش اومده، یه 12، یه 25. ماکسیموم میشه 32. حله؟ این از این. خب حالا فوروارد که انجام دادیم، میریم سراغ بکوارد. همین 32 رو میذارم برای الش. خیلی خوب، بهتون گفته بودم دیگه توی یه دونه فعالیت انتهاش این دومیه با دومیه برابره، یعنی اینجا هم میشه 32. توی یه فعالیت انتهای فعالیت دومیه با دومیه برابره، یعنی اینجا هم میشه 32. توی یه فعالیت انتهای اون فعالیت دومیه با دومیه برابره، یعنی اینجا هم میشه 32. بعدم که برمیگردیم عقب، 32 منهای 12 میشه 20. 32 منهای 2 میشه 30. 32 منهای 10 میشه 22. با 7 کارمون تمومه. میام سراغ 6. گفتم فعالیت هایی که برگشتن به این گره بین LS هاشون مینیموم میگیریم، یه دونه بیشتر نیست، مینیمومش میشه همون 22. بعد هم این 22 رو انتقال میدی به فعالیت های قبلی. 22 رو میذاری اینجا، میذاری اینجا. چرا؟ چون توی این فعالیت ما میدونیم که انتهای اون فعالیت دومیه با دومیه برابره. انتهای این فعالیت، انتهای این فعالیت میدونیم که دومیه با دومیه برابره. بعد هم برمیگردیم عقب. 22 منهای 5 میشه 17. 22 منهای 8 میشه 14. اوکی، کارمون با 6 هم تمومه. بیایم سراغ 5. چیا بهش برگشتن؟ یه دونه 20 برگشته، مینیمومش میشه خودش. 20 رو انتخاب میکنیم، بعدم انتقال میدیم به قبلی ها. 20 میاد اینجا، 20 میاد اینجا. دوباره منها میکنیم. 20 منهای 5 میشه 15. 20 منهای 10 میشه 10. خب با 5 هم کارمون تمامه. میریم سراغ 4. یه دونه 10 بهش برگشته، یه دونه 30 بهش برگشته، یه دونه 17. از بین LSA مینیمم میگیریم، مینیمم میشه 10. بعد که 10 انتخاب شد، قرار میدیم برای فعالیت‌های قبلی خودش. منها میکنیم. 10 منهای 2 میشه 8. 10 منهای 5 میشه 5. 10 منهای 7 میشه 3. خب کارمون با گره 4 هم تمومه. میام سراغ 3. چیا بهش برگشتن؟ یه 14 برگشته، یه 3 از بین این LSA. مینیمم میگیریم 3 انتخاب میشه. 3 رو میذارم اینجا. چرا 3 رو میذارم اینجا؟ چون توی این فعالیت انتهای این فعالیت دومیه با دومیه برابره. خیلی خوب. 3 و منهای 3 میکنم میشه 0. میرم سراغ 2. چیا بهش برگشتن؟ یه برگشته، یه 8. مینیمم میگیرم میشه 8. 8 رو قرار میدم همینجا. 4 تا ازش کم میکنیم میشه 4. کارمون با 2 هم تمومه. میام سراغ 1. چیا بهش برگشتن؟ یه 4، یه 5، یه 0. مینیممش میشه 0. این هم شد محاسبات بکوارد یا پس رو. خیلی خوب. یکی دو تا نکته رو ما اینجا با هم دیگه بررسی بکنیم. اول از همه مسیر بحرانی. به چه مسیری میگیم مسیر بحرانی؟ اصلا چجوری میشه پیداش کرد؟ ببین این 32 رو در نظر بگیر.
اون مسیری که ما رو به 32 رسونده مسیر بحرانیه. ببین 32 از کجا انتخاب شده؟ بین 32 و 12 و 25 از اینجا انتخاب شده. پس ما از این مسیر اومدیم. اینجا 20 از کجا انتخاب شده؟ بین 9 و 20 این 20 انتخاب شده. پس ما از اینجا اومدیم. اینجا این 10 از کجا انتخاب شده؟ بین 6 و 5 و 10 از اینجا انتخاب شده. پس ما از اینجا اومدیم. این 3 از کجا انتخاب شده؟ 3 همه یه دونه است دیگه، از اینجا انتخاب شده. پس ما از اینجا اومدیم. اون مسیری که ما رو به این 32 رسونده بهش میگیم مسیر بحرانی. اون فعالیت هایی هم که روی مسیر بحرانی هستن بهشون میگیم فعالیت های بحرانی. چرا بهشون میگیم فعالیت های بحرانی؟ به خاطر اینکه کوچکترین تأخیری تو هر کدوم از این فعالیت ها ایجاد بشه باعث میشه که زمان کل پروژه با تأخیر مواجه بشه. به خاطر همین بهشون میگیم بحرانی و حساسن. ما باید مواظب باشیم و مراقبت کنیم که هیچ کدوم از این فعالیت‌های بحرانی با تأخیر مواجه نشن، چون در صورتی که اینا تأخیر بیفتن کل پروژه به تأخیر میفته، به تعویق میفته. این از این. پس اون مسیری که ما رو به 32 رسونده میشه مسیر بحرانی. فعالیت‌هایی هم که روی مسیر بحرانی هن بهشون میگیم فعالیت‌های بحرانی. همچنین مسیر بحرانی طولانی ترین مسیر پروژه است. طولانی ترین مسیر پروژه. نگاه کن، 3 به اضافه 7 میشه 10، به اضافه 10 میشه 20، با 12 میشه همین 32. این 32 طولانی ترین مسیر پروژه است. هیچ مسیر دیگه ای بزرگتر از 32 وجود نداره. یه چک بکن، مثلا از 1 بیای به 4، از 4 بیای به 7، طولش میشه 5 به اضافه 2، 7. از 32 کمتره. یه مسیر دیگه، از 1 بیای به 2، از 2 بیای به 4، از 4 بیای به 7، طولش میشه چی؟ میشه 4 به اضافه 2، 6، با 2، 8، بازم از 32 کمتره. آقا یه مسیر دیگه، از 1 بیای به 3، از 3 بیای به 6، از 6 بیای به 7، طولش میشه چی؟ 3 به اضافه 8، 11، با 10، 21. میبینه که از 32 کمتره. پس طول مسیر بحرانی همین زودترین زمان ختم پروژه است که میشه طولانی ترین مسیر شبکه. یعنی تو کل شبکتون از ابتدا به انتها هیچ مسیر دیگه وجود نداره که طولش از 32 یا طول مسیر بحرانیمون بیشتر باشه. این هم از این. مورد بعدی این که لزوماً مسیر بحرانی یکتا نیست. ممکنه شما چند تا مسیر بحرانی داشته باشی. هر شبکه حداقل یه مسیر بحرانی رو داره. بدون مسیر بحرانی نمیتونه باشه. حداقل یه مسیر بحرانی رو داره، ولی ممکنه پیش از یکی هم باشه. مثلا دو تا مسیر بحرانی داشته باشی که طول همشون میشه 32. مثلا ممکنه سه تا مسیر بحرانی داشته باشی که طول همشون میشه 32. اما اینجا تو شبکه ما یه دونه مسیر بحرانی بیشتر نیست. یعنی یه دونه مسیر وجود داره که طولش میشه 32. در رابطه با شناوری های مسیر بحرانی، همونجوری که بهتون گفتم هر فعالیت بحرانی اگر به تأخیر بیفته باعث تأخیر کل پروژه میشه. یعنی هیچ کدوم از فعالیت های بحرانی مجاز نیستن جلو عقب بشن، مجاز نیستن با تأخیر روبرو بشن. یعنی شناوریشون صفره، هیچ شناوری ندارن. فعالیت های بحرانی شناوریشون صفره، شناوری کلشون صفره. همچنین رویدادهایی که تو مسیر بحرانی هستن اونا هم شناوریشون صفره. یه نگاه بنداز رویدادهایی که تو مسیر بحرانی هم کدوم هم؟ این یک، بعد سه، بعد چهار، بعد 5 و در انتها 7.
این رویدادا شناوریشون صفره. شناوری یه رویداد چی میشد؟ الش منهای ایش. ببین صفر منهای صفر صفر، سه منهای سه صفر، ده منهای ده صفر، بیست منهای بیست صفر، سی و دو منهای سی و دو صفر. پس هم فعالیت های بحرانی شناوری کلشون صفره، هم رویدادهای بحرانی شناوریشون صفره. فقط یه دو تا نکته رو من بگم. ببین من وقتی میخواستم ال 7 رو بنویسم، ال 7 رو میخواستم بنویسم، دقیقا گرفتمش همین 32، گرفتمش همین 32. میتونستم بیشتر از 32 بگیرم، مثلا ال 7 رو میتونستم بگیرم 35، بیشتر از 32. میتونستم کمتر از 32 بگیرم، مثلا ال 7 رو میتونستم بگیرم 28. حالا فرق اینا با 32 چیه؟ اگر ال 7 رو بیشتر از 32 میگرفتم، شناوری فعالیت های بحرانی مثبت میشد. اگر کمتر از 32 میگرفتم، شناوری فعالیت های بحرانی منفی میشد. اگرم دقیقا خود 32 میگرفتم، شناوری فعالیت های بحرانی صفر میشد. پس در حالت عادی طبیعی و نرمال که من میام ال 7 رو با ای 7 مساوی در نظر میگیرم، شناوری فعالیت های بحرانیمون صفره. اما تحت شرایط خاص ممکنه که فعالیت های بحرانی شناوری مثبت و حتی منفی هم داشته باشن. این هم تست کنکور بوده که آیا شبکه فعالیتاش میتونن شناوری منفی داشته باشن؟ جوابش بله است. تحت چه شرایطی؟ تحت شرایطی که مثلا این ال رویداد آخرمونو کمتر از ایش در نظر بگیریم. و آیا فعالیت های بحرانی میتونن شناوری مثبت داشته باشن؟ اینم بله. یعنی لزومن هر فعالیتی که بحرانیه شناوریش صفر نیست. اگر شما ال 7 رو بیشتر از 32 در نظر بگیری، فعالیت های بحرانی میتونن شناوری مثبت هم داشته باشن. خب بریم یه مثال با هم دیگه ببینیم، بعدم وارد قسمت نهایی این فصل بشیم. من اینجا رو پاک کنم. خب این مثال رو یه بررسی بکنیم. من شبکه رو بکشم برگرد. شبکه رو رسم کردیم. میخوام یه بار محاسبات فوروارد و بکوارد و مسیر بحرانی و فعالیت‌های بحرانی و اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. خیلی خوب، این اول من میدم ایه یک مساوی با صفر. صفر رو میذاریم اینجا، اینجا و اینجا. صفر با پنج میشه پنج، صفر با چهار میشه چهار، صفر با سه میشه سه. میام سراغ گره دوم. یه چهار بهش اومده، ماکسیمومش میشه خودش همین انتخاب میشه. چهار رو میذارم اینجا، چهار با پنج میشه نو. میرم سراغ گره سه. یه سه فقط بهش اومده که همون انتخاب میشه، میذارم برای بعدیا، سه به اضافه هشت یازده. میام سراغ چهار، فقط یه دونه نه بهش وارد شده، همون انتخاب میکنم، میذارم برای بعدیا و میرم جلو. چهار شش هم زمانش سه. خب نه به اضافه سه میشه دوازده، اونجا هم نه به اضافه صفر میشه نو. بیریم دیگه فعالیت مجازی زمانش صفره. خب کارمون با چهار هم تموم شد. میام سراغ پنج، یه دونه پنج بهش وارد شده، یه نه ماکسیمومش انتخاب میشه که نه، میذارم برای بعدی ها، یعنی اینجا نه به اضافه شیش میشه پونزده. خیلی خب میام سراغ آخرین گره، یه 15 اومده، یه 12، یه 11، ماکسیمومش انتخاب میشه 15. این هم از محاسبات مسیر فوروارد. میام سراغ بکواردا، همین 15 رو انتخاب میکنم برای
ال 6. خب این 15 برمیگرده میشه اینجا 15 15 15. 15 منهای 6 اینجا میشه 9. 15 منهای 3 اینجا میشه 12. 15 منهای 8 اینجا میشه 7. برمیگردم روی 5، فقط یه دونه 9 بهش برگشته، همون 9 انتخاب میکنم و میذارم برای قبلی ها، یعنی 9 میذارم اینجا و اینجا. 9 منهای 0 میشه 9، 9 منهای 5 میشه 4. میام سراغ 4، چیا بهش برگشته؟ یه 9 برگشته، یه 12. مینیمومش یعنی 9 انتخاب میکنم میذارم برای قبلی ها، 5 تا میام عقب میشه 4. میام سراغ 3، یه دونه 7 پیش اومده، همون انتخاب میشه، 7 رو میذارم اینجا، منهای 3 میشه 4. میام سراغ 2، یه دونه 4 فقط پیش برگشته که همون انتخاب میشه، میذارم برای قبلی ها، 4 منهای 4 0. در نهایت گره 1، یه دونه 4 بهش برگشته، یه دونه 0 برگشته، یه دونه 4. مینیمم اینا میشه 0. این همزه. همیشه وقتی برمیگردید این دوتا جفتشون باید با هم دیگه مساوی باشن، 0 باشن. اگه اینجا 0 نشود، عین این نشود، یعنی محاسباتو اشتباه انجام دادی. البته به شرط اینکه این 15 هم دقیقاً مساوی با 15 در نظر بگیری. خب بریم سراغ محاسبات مسیر بحرانی. ببینیم 15 از کجا انتخاب شده؟ از اینجا، یعنی ما از این بالا اومدیم. خیلی خوب، اینجا این 9 از کجا انتخاب شده؟ این که بهش 5 اومده، این 9 اومده، از اینجا انتخاب شده، یعنی ما از اینجا اومدیم. این 9 از کجا اومده؟ از همین دیگه، یه دونه بیشتر نیست. این 4 از کجا اومده؟ اینم اینجا، یه دونه بیشتر نیستش. پس مسیر بحرانی ما میشه 1 2 4 5 6. طول مسیر بحرانی میشه همون زودترین زمان ختم پروژه. ببین 4 به اضافه 5 میشه 9، 9 به اضافه 0 میشه همون 9، به اضافه 6 میشه 15. که این مسیر بحرانی طولانی ترین مسیر پروژه هم هست، یعنی شما هر مسیر دیگه ای تو پروژه یا شبکه داشته باشی طولش از 15 کمتره. ببین مثلا 1 3 6 طولش میشه چند؟ میشه 3 به اضافه 8 11، از 15 کمتره. و ما اینجا مجددا یه دونه مسیر بحرانی بیشتر نداشتیم، ممکنه چند تا مسیر بحرانی داشته باشیم ولی اینجا هم یه دونه داره. و اینم گفتم اگه این دوتا رو یکی در نظر بگیری، فعالیت هایی که تو مسیر بحرانی هستن شناوریشون صفره. فعالیت هایی که تو مسیر بحرانی هستن شناوریشون صفره. همچنین رویداد هایی که تو مسیر بحرانی هستن اونا هم شناوریشون صفره. مثلا این رویداد شناوریش صفره، این رویداد شناوریش صفره، 4 منهای 4 صفر. این رویداد شناوریش صفره، 9 منهای 9 صفر. این رویداد شناوریش صفره، 9 منهای 9 صفر. این رویداد شناوریش صفره. پس هم رویدادهایی که تو مسیر بحرانی هستن و هم فعالیت‌های بحرانی شناوریشون میشه صفر. اینم از نکاتی که با هم دیگه بررسی کردیم. حالا گفته بودم مثلا گزینه‌ای زیر مسیر بحرانیه، 1 2 4 5 6 میشد دیگه، درسته؟ 1 2 4 5 6 که گزینه سوم انتخاب بشه. خب ما یه شناوری مسیر هم داریم. شناوری مسیر میشه چی؟ شناوری مسیر میشه طول مسیر بحرانی منهای اون مسیر. مثلا شناوری مسیر عرضم به خدمت شما که 1 3 6 میشه چی؟ شناوری مسیر 1 3 6 میشه طول مسیر بحرانی که طولانی ترین مسیر پروژه است که همون 15 منهای طول این مسیر 1 3 6، یعنی 3
به اضافه 8 15 منهای 11 میشه 4. پس شناوری مسیر 1-3-6 هم میشه 4. پس ما یه شناوری فعالیت داریم که از اینجا به بعد میخوایم مفصل در رابطه باهاش صحبت کنیم، فرمولاشو بگیم، رابطه هاشو بگیم، آنالیز کنیم، ترکیبات مختلفشو بگیم، که 4 مدل: شناوری کل، شناوری آزاد، شناوری ایمنی و شناوری مستقل. یه دونه شناوری رویداد داریم که آسونه، میشه همین الش منهای ایش. یه دونه شناوری مسیر داریم که میشه طول مسیر بحرانی یا همون زمان ختم پروژه که طولانی ترین مسیر شبکه ایمانه، منهای طول اون مسیر. اوکی، از اینجا بعد میخوایم وارد شناوری فعالیت ها بشیم و مفصل شناوری فعالیت ها رو با هم دیگه با تمام نکاتش بررسی بکنیم. یه استراحت بکنیم، برگردیم ادامه کنیم.